سلام به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم در مورد ماتریس همانی با هم دیگه صحبت بکنیم برای اینکه ببینید ماتریس همانی چی هستش من یه یادآوری کوچیک از حوزه اعداد حقیقی براتون میکنم هممون میدونیم که توی اعداد حقیقی ما یک عدد یک داریم که این یک اگر ضرب بشه در هر عددی که اون رو مثلا میتونیم با x نمایش بدیم برابر با خود x هستش درسته پس این در تصاوی برقرار هستش برای هر ایکسی که عضو مجموعه اعداد حقیقی باشه برای هر عددی خب حالا سوال این هستش که مشابه این عدد یک که ما توی اعداد حقیقی داریم آیا برای ماتریس ها چیزی داریم یعنی ماتریسی داریم که توی هر ماتریس دیگری ضرب بشه حاصل برابر با همون ماتریس بشه و جوابش مثبت هستش و اون ماتریس رو بهش ماتریس همانی میگیم خب ماتریس همانی ماتریسی هستش ماتریسی است مربعی از مرتبه n از مرتبه n که آن را با i یا i با اندیس n برای اینکه مرتبهش رو هم مشخص بکنیم نمایش میدیم و به صورت زیر تعریفش میکنیم زیر تعریف میکنیم خب با تعریف ماتریس همانی به این صورت هستش که آی ان یه ماتریسی هستش که اندازش مربع چون مربع ان در ان هستش ان سطر و ان ستون داره و درایه هاش رو با حرف دلتای یونانی نشون میدیم این علامت دلتای کوچیک یونانی هستش دلتای بزرگ رو شاید دیده باشین شبیه مثلث هستش و این دلتای کوچیک یونانی هستش پس دلتای آیو و جی ام و مرتبش ان در n هستش که دلتای آی و جی مساوی با چی هستش مساوی با یک هستش اگر آی با جی مساوی باشه و مساوی با صفر هستش در غیر این صورت یعنی اگر آی مخالف با جی باشد خب در حقیقت این داره چی به ما میگه وقتی که آی مساوی با جی ما درایه های روی قطر اصلی رو داریم دیگه درسته یعنی این تعریف داره به ما میگه که ماتریس همانی از مرتبه انمون یک ماتریس مربعی هستش که قطریه و درایه های قطر اصلیش یک هستن مثلا آی مرتبه 3 ما آی سه در سه مساوی با چی هستش مساوی با این ماتریس هستش یک صفر 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 یک صفر و صفر صفر یک یعنی همینطوری که میبینید هر ماتریس همانی درایه های قطر اصلیش همگی یک هستن و سایر درایه ها صفر هستن خب حالا ما این ماتریس رو تعریف کردیم خاصیتش چی هستش؟ خاصیت این ماتریس همانی ما این هستش که برای هر ماتریس مربعی آ از مرتبه N داریم آی N در A مساوی هستش با A در آی N مساوی است با چی؟ مساوی است با خود ماتریس آ یعنی ماتریس همانی هم مرتبه یا با یه ماتریس مربعی رو چه از چپ درش ضرب بکنیم و چه از راست ضرب بکنیم برابر با خود ماتریسمون میشه خب خاصیت رو دیدیم بیایید حالا سعی بکنیم با هم دیگه اثباتش بکنیم از اثبات خاصیتم خب من یکی از این دوتا رو براتون اثبات میکنم اون یکی رو به خودتون واگذار میکنم مثلا من اثبات میکنم که آی ان در آ مساوی با آ، آی ان در آ مساوی با آه این که آ در آی ن هم مساوی با آ میشه چون خیلی مشابهه به خودتون واگذار میکنم خب چجوری گفتیم ثابت میکنیم تصاوی های ماتریسی رو اول فرض میکنیم دو طرف برابر با دو تا ماتریس مختلف هستن مثلا فرض بکنیم که آی ان در A مساویه ماتریس B هستش که درایه هاش رو با B آیو جی نشون میدیم خب اول به من بگید این ماتریس B چه مرتبه‌ای داره دقت بکنید که آی N N در N هستش چون مربعی آمون که گفتیم مربعی از مرتبه N ان، ان در N ان هستش پس این ماتریس بی مونم مرتبهش N در n خواهد بود درسته پس اول میبینیم که b و a هم مرتب است قبول خب هم مرتبه رو دیدیم حالا بیایم درایه هاشون رو ببینیم b آی و j مساوی با چی هستش طبق تعریف ضرب دو چون آی انضب ضرب در آ هستش برابر با سیگما کا از یک تا n دلتا آی کا در آه کا جی هستش درسته خب وقتی که این اندیس کا از یک تا ان تغییر میکنه یه جا هستش که برابر با اندیس آی میشه درسته اون یه دونه در حقیقت جمله رو توی این حاصل جمع ما میتونیم از سیگما بیاریمش بیرون و جدا بنویسیمش یعنی حالتی که کا مساوی با آیه ما داریم چی دلتا آی آی زب در آی آی و چون جمله یک که کاتوش مساوی با آی هستش به علاوه یه بقیه جمله ها رو به صورت همون سیگما می نویسیم کا از یک تا ان ولی دقت می کنیم که دیگه کا مخالف با آی هستش چون اون جمله رو از سیگمامون آوردیم بیرون و جدا نوشتیمش دلتا آی کا در آی کا جی درسته حالا طبق تعریف ماتریس همانی این دلتا آی آی مساوی با چیه مساوی با یک هستش پس ما داریم مساوی با یک در آی آی جی به علاوه این دلتا های کا چون کام مخالف آی هستش همگی برابر با صفر هستن پس داریم حاصل جمع کا مساوی یک تا ان کا مخالف با آی صفر در آی کاجی درسته؟ پس این حاصل جمع کلهم هم میشه چی؟ میشه صفر چون می داریم یه سری صفر رو با هم دیگه جمع میزنیم قبوله؟ پس داریم این که صفره اینم که یک زد در آی جی هستش پس مساوی با آی جی هستش پس به ازای هر آی و جی هر آی و جی داریم بی آی جی مساوی با آی آیو جی درسته؟ پس ماتریس های آ و به هم هم مرتبه هستن و هم تک تک درایه با هم برابره پس از این دوتا از این دوتا میتونیم نتیجه بگیریم که ماتریس آ مساوی با ماتریس ب هستش یعنی آی ان ضرب در آ پس ماتریس همانی رو اگر از چپ توی ماتریسمون ما ضرب کنیم برابر با خود ماتریس میشه عین همون شما به همین راحتی میتونید نشون بدید که اگر ماتریس همانی از راست هم توی یه ماتریس مربعی ضرب بشه برابر با همون ماتریس مربعی میشه خب پس این ماتریس همانی در حقیقت داره نقش عدد یک رو توی اعداد حقیقی بازی میکنه خب اینم از داستان ماتیس همانی توی کلاس درس بعدی می‌بینید.